به نام خدا. سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این درس میخوام چند تا از اتحادیه جبری مقدماتی با هم مرور بکنیم. حالا کسایی که دانشگاهی هستن هم از این مطلب رد بشن و اینا برای دانش آموزان دبیرستانیان اونه که راهنمایی هستن و با اتحاد آشنایی ندارن، من یه طور مروری میکنم. البته نمیخوام تدریسش کنم، فقط همین مرور بکنیم. حالا برای اینکه یه مقدارم با ایده های کار کردن با ورقه جبری آشنا بشین که توی ادامه هم ازشون استفاده بکنیم، من اونها رو سعی میکنم بعضی ها شما اثبات هم بکنم. اتحاد اول که همون معروف هست، حالا به اتحاد مربع دو جنبه هم معروفه، یه حالتش هست مربع مجموع دو جنبه ای و حالا اتحاد دوم هم مربع تفاضل دو جنبه. و میام اینها رو اثباتشون بکنم. این حالت آی، حالت دو آی. خب حالت آی من میام چی میگم؟ میگم آقا آ به اضافه ب به توان دو، مثل اونه که من بنویسم آ به اضافه ب در آ به اضافه ب. خب حالا میام چیکار میکنم؟ میام دونه به دونه این را پخشش کنم، یعنی میگم که این آ را یه بار در آ ضرب بکنم، یه بار آ را در ب. خب بنویسمش میشه چی؟ میشه آ دو، آ در آ، آ در ب، میشه آ ب. خب حالا میام چیکار میکنم؟ یه بارم میام بی آ ضرب کنم، در بی در آ، بی در. خب میشه به اضافه ب در آ، به اضافه ب دو. خب حالا همون جوری که میدونیم توی اعداد حقیقی آ ضرب در ب با بی ضرب در آ یکیه، از این دوتا رو من میگیرم یکی، یعنی به جای این من نمیسم آب، پس میشه دوتا آب. پس این اگه بخوام خلاصه تر بنویسیمش میشه چی؟ من یه ذره سرعت کارم بمانم مراتب، آ دو به اضافه دو آب به اضافه بی. درست شد. خب حالا بریم بعدی. حالا من دیگه اونو مستقیم اثباتش نمی کنم، دومی میام از این اتحاد قبلی موی همون اتحاد اولی مربع دو جنبه ای استفاده میکنم. خب ببینیم، من میگم که آی منهای ب به توان دو، اینه من آی منهای ب، وقتی میرسیم مثلا پنج منهای سی، مثل اینه که بگیم پنج به اضافه منهای سی. درست شد. اینجا آی منهای ب را من میرسم چی؟ میرسم آقا آ به اضافه منهای ب کلش به توان دو. برای این به فرم اتحاد اول مربع مجموع دو جنبه ای دارم. حالا میام چیکار کنم؟ یعنی مثل اینه که بی رو گذاشتم منهای بی جاش. خب همون بالا یه من اینجا تکرار میکنم، میگم چی؟ آ دو به اضافه دو آ، بی اینجا بی منفی بی هست، دو تا آ منفی بی به اضافه و حالا بی به توان دو، اینجا بی منفی بی هست، منفی بی به توان دو. خب من حالا این حالا ساده میکنم، اینه من منفی میاد بیرون، میاد پشت این عبارت میشه منفی دو آبه، اینجا منفی بی به توان میرسونه میشه بی دو. خب این چی میشه؟ آ دو منهای دو آبه اضافه به هر دوش اثبات شد. ما قرار نیست از یادن، میخوام یه ذره با این تکنیک ها آشنا بشین چون ادامه از اینها استفاده خواهیم. خب بریم اتحادهای بعدی. من قسمت اولش رو اثبات میکنم، قسمت دومش شبیه هست، یعنی من آی را می نویسم براتون، ولی آی دو را خودتون به صورت همون تکنیکی که توی قبلی انجام دادم خودتون انجام بدین. تو کامنت ها برام بنویسین یا حالا هر جوری با هم دیگه سعی کنین ارتباط برقرار کنین. خب میام می نویسم چی؟ میگم آقا این به جای مثل همون اتحاد اوله، همون اتحاد مجموع دو جمله ای، اومده فقط اینجا مکعبش، یعنی توان سه شو گفت. خب اینجا من می نویسم آ به اضافه ب به توان سه. اینو من میتونم بنویسم آ به اضافه ب در آ به اضافه ب به توان دو. خب طبق عبارت قبلی ما آ به اضافه ب به توان دو رو داریم، پس من می نویسم آ به اضافه ب، اونا جای گذاری میکنم، میشه چی؟
میشه آدو به اضافه دو آبه به اضافه بید. درست شو. حالا میام همون حرکتی که انجام دادم قبلی، میام آ را در این ضرب میزنم، اینه در این ضرب میکنم و اینه در بی دو هم ضرب میکنم تک به تک. خب بریم ببینیم چطوری میشه. بذار من رنگ من عوض کنم. آ در آ دو میشه آس، آ در دو آ ب میشه یه دونه به توان آ اضافه میشه، میشه به اضافه دو آ دو ب. آ در آ بی دو میشه چی؟ میشه آ بی دو به اضافه. خب حالا میام همین برنامه را چیکار میکنم؟ برای ب انجام میدم. در این ضرب میکنم، در این ضرب میکنم، در این ضرب میکنم. خب چی میشه؟ ب در آ دو میشه ب آ دو، یه به اضافه اینجا بذارم. ب در دو آ ب یکی به توان بی اضافه میشه، میشه به اضافه دو آ ب دو. و ب در ب دو میشه بس. ما اینو ببینیم چه شکلی میشه سادهش بکنیم. مساویست با و یه علامت مساوی هم اینجا بذارم. خب ببین آسه که یه توان آسه داریم، یه عامل آسه داریم، می نویسیم. خب بعد توان دو آ دو توان آ دو باشه، یعنی یه مربع آ داشته باشیم، یه دو آ دو بداریم. باز اینجایی یه دونه دوباره آ دو ب داریم، این عامل با این عامل هست، یه دو تاش اینجا داریم، یه دونه شم اینجا داریم، دو آ دو ب با یه دونه آ دو ب. این هم مگه بنویسمش اینجوری آ دو ب، یه دونه آ دو ب با دو تا آ دو ب میشه سه آ دو ب به اضافه سه آ دو ب. خب این از این، اینه که انجامش دادیم، اینه انجام دادیم، اینه انجام دادیم. حالا یه دونه آ دو ب داریم، دو تا آ دو ب داریم، میشه این آقا با این آقا میشه چی؟ سه آ دو ب، سه آ ب دو ببخشیم. و یه ب سه هم داریم، میشه یه ب سه. این عبارت سمت راست من به دستم. برای اونم بیاین این بار بی دونه بگیرین چیست؟ بی رو بگیریم تو این حالت، هم بیاییم بی رو بگیریم مثلا اینجوری منفی بی، و به همون صورت بیاییم طبقه همون تکنیکی که سفر قبلی گفتم انجام بده. این دو نقطه مساوی هم یعنی دو نقطه مساوی زن یعنی تخصیص دارن، برابری نیست. خب بریم صفحه بعدی، اتحاد بعدی. خب اتحاد مربع سه جمله، باز همون تکنیک رو من میام استفاده میکنم. یعنی میگم چی؟ یعنی میگم آها آ به اضافه ب به اضافه س به توان دو. خب من میام آ و ب یه عبارت میگیرم، میرسم آ به اضافه ب به اضافه س به توان دو. این آ به اضافه ب مثل یه شخصیت برش اعمال میکنم، مثلا اینا میگیرم مثلا مثل یه دی میمون. خب پس من الان باید این حساب بکنم، دی به اضافه سی به توان دو. خب این چی میشه؟ یعنی اون اتحاد اول دیگه، دی دو یا مربع دو جمله به اضافه دو دی سی به اضافه سی. خب من حالا جای گذاری میکنم، دیم چی بود؟ آ به اضافه ب، آ به اضافه ب به توان دو به اضافه دو در آ به اضافه ب در سه به اضافه سه. حالا میام چیکار میکنم؟ باز اینو ساده ترش کنم، این هم دوباره اتحاد اول دارم اینجا، آ دو به اضافه ب دو ببخشید، آ دو به اضافه دو آ به اضافه ب دو، این هم به اضافه. خب یه دو سی دارم. خب اینه من اگه اینجوری بنویسمش راحت تر میشم این عبارت ها، نویسمش دو سی سی میارم این طرف آ، حالا ضربش میکنم، میگم دو سی در سی در دو سی در آ، یه بار این آقا
در این و این آقا در میشه دو سی آ یه بارم دو سی بی دو سی بی به اضافه یه سی. حالا برای اینکه مرتب تر باشه همه یه عاملایی که توان دو دارند یه جا می نویسیم، اول می نویسیم، یعنی می نویسیم مساویس با آ دو به اضافه ب دو، آ دو ب دو س دو. خب دو آ ب را داریم، دو آ ب دو سی آ به اضافه دو سی. حالا من رسم آ را اول می نویسم، بعدم بعد سی می نویسم، اینجا همینجا اول بیه می نویسم بعد سی، فرق نداره و این عباره به دست بود. خب بریم بعدی. خب چهارمی فرمول اتحاد مزد وجه هست، ما سمت چپ ها می نویسیم، سمت راست ازش نتیجه. این خیلی راحت هستش. آ منهای ب در آ به اضافه ب، هم پخش کردنه که انجام می دادیم، آ را در آ، آ را در ب. خب چی میشه؟ میشه آ در آ، میشه آ دو، آ در ب میشه آ ب. بفهم. خب حالا میام منهای آ را در آ ضرب میکنیم، منهای آ را در ب ضرب، منهای ب را در آ ضرب میکنیم، منهای ب را در ب ما. خب میشه به اضافه منهای ب در آ میشه منهای ب، و منهای ب در ب میشه به اضافه منهای ب در ب مساوی. خب این آ دو را که خودش می نویسیم، آ دو را که خودش می نویسیم بفهم، منهای ب با بی منهای بی آ قرینه هستن و در حقیقت اینا من میتونم بنویسمش منهای آ قرینه هستن، میرن منهای بی در بی هم. اگه یه منفی بذاریم اینجا و بگیم بی در بی میشه منهای بی دو، پس این میشه منهای بی و سمت راست نتیجه میشه. خب بریم بعدی. خب اتحاد جمله مشترک ما یه نشه اثبات کنیم، اونوریه به همون شکل اثبات میشه، یعنی آی و دو آی بگیریم. خب ما آی اثبات کنیم بهش میگن جمله مشترک، چون تو هر کدومش یه جمله مشترک مثل ایکس دار. ما سمت چپ هم می نویسیم، از ای سمت راست نتیجه. خب ایکس در ایکس، اگه من عوض بکنم، ایکس در ایکس، ایکس در بی بفرمایید، ایکس در ایکس میشه ایکس دو، ایکس در بی میشه به ایکس. خب ما راحت تریم اول به رو می نویسیم، بعد حالا ایکس رو معمولا بعدا بهش می مشهور. خب اول بی رو می زریم می نویسیم بعد مشهور. خب حالا یه بار هم میام اینا این به این صورت به اضافه آ در ایکس، آ ایکس، آ در بی، آ بفرم. حالا باز بخوام ساده ترش بکنم، x2 را می نویسم، اونا که ضریب x دارند ازش یه x فاکتور می گیرم، اگه از این x فاکتور بگیرم از این b می مونه، از این a می مونه، شه x به اضافه a b که چون b a با a b برابره این نتیجه میشه. خب بریم بعدی. مجموع و تفاضل مکعبات دو جمله همون اتحاده چهارلاغر، بعدا اینا را تعمیم هم خواهیم داد. خب ما سمت راست می نویسیم، سمت چپ ها به دست می آید. و میام اول با کدوم میرم؟ میام اول با بالایی میرم، یعنی آی و دو آی. یا میگم که آ در ب در آ دو منهای آ ب به اضافه ب. میام تک تک ضرب میکنم، آ را اگه ضرب بکنم میشه آ سه در منهای آ ب میشه آ دو ب، در آ در ب دو میشه
عابد. خب به اضافه حالا میام ب را ضرب میکنم، ب در آدو میشه ب آدو، ب در منهای آبه میشه منهای آبه، دو یک به توان به اضافه میشه، و ب در ب دو میشه ب سه، یک به توان بی اضافه میشه. حالا جملات اول یک که متحد هستن با هم دیگه استفاده میکنیم. آسه چند تا داریم؟ یه دونه داریم، می نویسیمش بفرمون. خب اونایی که توان هاشون دوه و توان بیشون یک چند تا داریم؟ خب ببینید توان اینجا توان آ دو به یعنی این دوتا با هم قرینه هستن، زده میشه. درست این مثل هم آ دو به هست، زده میشه. بفرم اینجا آ به دو با منهای آ به دو زده میشه. بفرم فقط یه بی سه میمونه به اضافه یه بی سه، پس اثبات شد. حالا همون تکنیکی که برای چیز داریم اینجا استفاده میکنیم، اینا مثل همون تکنیکی که گفتیم، دوباره بی رو بگیریم، منفی بی، و از همه اتحاد آی دو را خودتون اثبات کنید و برام تو کامنت ها بنویسید. خب بریم بعدی. خب فرموله اتحاد اویلر هست، حالا اینا اثباتش نمی کنی، این هستش آ در به اضافه سه پرانتز آ دو به دو سه دو منهای آ به منهای آ سه منهای به سه مساویس با آ سه به سه به اضافه به سه به اضافه سه سه منهای سوابی سی. خب اما چند تا نکته من راجع به این بنویسم، من یک قاعده اثباتش نمیدونم، چند تا نکته خالی از لطف نیست، بدین را اضافه تر بودیم شاید بیان بکاریم اون بیا. یکی نکته این که اگر آ به اضافه ب به اضافه سه مساویست با صفر بود، آن وقت ما میتونیم بگیم که چون این صفر میشه، درست، پس میتونیم بگیم که حالا نتیجه میشه آ سه به اضافه ب سه به اضافه سه سه، این طرف صفر میشه، این طرف پس آ سه به اضافه ب سه به اضافه سه سه میشه مساویست با سه آبی سی. چه سه آ بی سی، درست شد. یه نکته دیگه اگر آ مساویس با ب بود مساویس با سه بود، آن وقت خب اگر آ مساویس با ب بود مساویس با سه بود، باز اتفاق رخ میده این عبارت این دفعه این صفر میشه. چرا؟ چون این آ دو رو داریم به میشه دوباره این آ دو، این هم میشه آ دو، این هم هر کنش میشه آ دو آ دو آ دو، پس این میشه این طرف میشه سه آ دو، این طرف هم میشه منهای سه آ دو، صفر میشه، پس سمت چپ صفر میشه، سمت راست سه منهای سه آ سه رو میاریم این طرف و دوباره همون عبارت نتیجه میشه. پس چی میشه اینجا؟ پس میشه آ سه به اضافه ب سه به اضافه سه سه میشه سه آ ب سه. خب این از این. بریم بازی نکته دیگه. خب اینجا یه اتحاده دیگه ای داریم، اتحاده لاگرانج. نه چه شکلی اثباتش نمی کنیم ولی چه شکلی به خاطر بسپاریمش. ببینید ممیان برای اینکه راحت تر باشیم همین x2 به اضافه y زیرش بنویسن. خب حالا میام نظیر میکنم، یا میگم چی؟ یا میگم a را در x ضرب میکنم b را در y، نظیر به نظیر حالات موازی مانند و بینش علامت منفی میذارم. فرقی هم نداره که من مثلا به وای بنویسم منهای آی ایکس یا آی ایکس منهای بی، چون وقتی توان دوه، چون وقتی آ منهای بی به توان دو بنویسید
فرق نمی کنه من اصلا به منهای درست شد؟ این عبارت این شکلی می نویسیم به علامت منفی. بعد میان چیکار میکنیم یه بار اینا همینا اینجوری می نویسیمش x2 به اضافه y2 را شکلی می نویسیم و وقتی اینا در این ضرب میکنیم اینم در این ضرب میکنیم بدون تواناش یعنی به x در آوای و کلش به توانه دو درست شد؟ به مثال کوچیک ما در موردش حل بکنم. خب میخوام ببینیم حاصل ضرب این عبارت از ساده تر به نیست مرز اتحاد لبورات استفاده گفته 4 آ دو به اضافه به دو در x دو به اضافه 9 آی دو و میام چیکار میکنم؟ خب میام زیرش یه بار من این عبارت x2 به اضافه 9y2 را می نویسم. خب پرانتز باز میکنم یه پرانتز اینجا به توان رو به اضافه یه پرانتز هم اینجا به توان. خب من چیکار میکنم؟ جذر این عبارت رو میگیرم میشه چی؟ میشه 2. درست شد؟ می نویسمش اینجا جذر این عبارت هم میگه میشه چی؟ بی میشه. خب حالا میام چیکار میکنم؟ میام میگم که نظیر به نظیر یه علامت منفی اینجا میذارم. خب مثلا اینجا حالا نظیر به نظیر جذر اینا میگیرم میشه x می نویسمش اینجا جذر اینا می نویسم میشه 3 می نویسمش اینجا حالا 3 را اینجا می نویسم معمولا من که باید اینجا می از حالا میریم همون حرکت رو برای یه بار دیگه اینجا می نویسمش x2 به اضافه 9 y2 رو و همین رو من یه بار جذرش سبز رو بنویسم یعنی پرانتز اول میشه 2a در اینجا میده وسطش هم علامت به اضافه میزنیم درسته میزنیم ولی حالا ضرب در اینه یعنی جذر این در جذر این جذر این هم در جذر خب یعنی چی جذر اولی که بود 2a در جذر دو اونجه 3 بار می نویسیم 3 بار خب جذر دومی چی بود؟ جزه دوم بود این b بود این هم x بود درسته؟ جزه این b که بوده این x هم اینجا می نویسش میشه b x حالا برای اینکه ساده تر باشه این سر هم در این سر هم بکنم و می نویسم چی؟ می نویسم 6 y درست شد؟ 6 a y بس خواهیم کنم خب امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. من حالا سعی کردم یه سری تازه مقدماتی رو براتون مرور بکنم. اگه نکته چیزی بوده سه جا هم که گفتم خودتون انجام بدین حتما برای من تو کامنت رو بنویسید. اگه نکته چیزی دیگه هم داشتین پیشنهادی حتما برام بنویسید. سوال چیزی یا جایی نامفهوم بود برای نیاز به یه سری جایی خاص آموزشتون برام بنویسید هم کنم ویدیو تهیه کنم براتون بذارم. این قسمت توی کتاب نبود ولی دیدم تو ادامه کار بهش نیاز داریم. حالا یه قسمت دیگه هم یه سری کارهای پیشرفته ترم نیاز داریم دابل کار باز جلسات آتی برای رو میگم ولی نه پشت سر هم این جلسه هم قرار نبود من تدریس کنم سعی کردم یعنی تا اون طبق های جرگون رو ببرم برای که تو آینده نیاز خواهیم داشت. پس نه این که چرا مثلا اتحاد را سریع رد شد یا مثال نظریه فلان قصد ما تدریس نبود قصد ما اینست که آموزش نظری اعدادمون اونست که نیاز است اینجا یه صورت خلاصه بار بگیم. امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشیم. اگه نکته ای چیزی کامنتی چیزی هست یا حالا باز دوباره میگم من این هیجه اون دارم میگم حتما برای حمایت از من لایک کنید و کانال هم سابسکرایب کنید. شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.